بینندگان گرامی یو اس ایران تی وی، اجازه بدید که از تهران بزرگ با هوای فوق‌العاده گرم و آفتابی به شما سلام کنم و روز بخیر بگم به هم میهنانم در سراسر دنیا. من جلیل مرتضوی هستم. امروز دوشنبه 20 تیر 1401 خورشیدی و برابر است با 11 جولای 2022 میلادی. امیدوارم در هر جای جهان بر وسیله که ما رو میبینید و یا صدای ما رو میشنوید حال همه شما عزیزان خوب باشه و بر سلامتی کامل ما را همراهی میکنید. دوستان گرامی، ابتدا خدمت شما بگم که از پیام‌های مهرآمیز شما فوق‌العاده سپاسگزارم و من سزاوار این همه مهر و محبت شما نیستم، ولی ممنونم از لطف و مهربانی همیشگی شما و دوستای جدیدی که پیدا کردیم. امروز در مورد سفر پرزیدنت بایدن به خاورمیانه با شما صحبت خواهم کرد و در مورد نگرانی‌های زنان در امریکا از سقط جنین و بعضی از ایالت‌ها قوانین سفت سخت گذروندن که زنان به هیچ وجه نمیتونن اونجا سقط انجام بدن. به هر حال امریکا با مشکلات فراوانی که داره همینم هست. اینو میخوام مقایسه بکنم با اونهایی که این رسانه‌های ایران ستیز راجع به زنهای ایران در داخل ایران صحبت میکنن. این برای من جالبه. و دوستایی که سالایی داشتن در ارتباط با اومدنشون به ایران، بعضی دوست دارن که بیزنسشون رو بیارن اینجا، بعضی دوست دارن دوران بازنشستگیشون رو بگذرونن و بعضی همینطوری دوست دارن بیان فقط برای دیدار. برهاد ما همیشه گفتیم تا اونجایی که از دست ما برمیاد هر اطلاعاتی که در این زمینه و یا اطلاعات دیگری که دوست دارین در ارتباط با ایران اومدنتون، سوالا، اطلاعات، اینفورمیشن، هرچی هست با ما تماس بگیرید. با کمال میل در اختیارتون میذارم، اونایی که خودم میدونم و اگر ندونم با دوستای دوروبر خودمون که خبره هستند و مشاور هستند در این رابطه میتونم شما را هم با اونها در تماس بذارم. به هر حال تلفن من در ایران رو دارید، 0912 803 1759. اونایی که از اون ور آب زنگ میزنن کانادا و امریکا، بهترین موقعی که میتونن زنگ بزنن از 4 صبح به وقت خودشون تا 1 بعد از ظهر به وقت خودشون. اروپایی ها میتونن یه خورده دیرتر زنگ بزنن. به هر حال اگرم نباشم میتونید پیام بفرستید که بعدم با هم تماس بگیریم. و اما دوستان، خیلی جالبه که ایرانی ها اینجا نشستن، از اون ور خبر ندارن و همچنان صبح تا شب شکایت پشت سر شکایت، هر اتفاقی میفته همه اینا رو میندازن گردن حکومت و نمیدونم این و اون. و وقتی با هم صحبت میکنیم یه مقدار اطلاعاتشون میبریم بالا، تازه دوزاریشون میفته. ولی اینقدر تبلیغات این رسانه های ایران ستیز صبح تا شب مغز اینا رو خوردن، مخشون رو خوردن، اصلا خیلی سخته با بعضی ها که یه مقدارم دانششون پایینه آدم بتونه اطلاعاتی بده. یکی از دوستا زیر برنامه نوشته بود که آقا من 1 ماه اینجا هم سعی کردم که به اینا بگم آقا داستان این نیست که شما میشنوید تو این رسانه های ایران ستیز و صبح تا شب دارید کامپلین میکنید، شکایت میکنید. گفت من دیگه خسته شدم بس که با اینها در افتادم. ولی به هر حال ما هم سعی میکنیم تا اونجا که ممکنه اطلاعات شما رو ببریم بالا و با داشتن اطلاعات، میگن
آگاهی آزادی میاره همینه. ولی از رسانه های ایران ستیز تبلیغات فوق العاده وحشتناکه، چون من این دارم رصد میکنم دیگه، دارم میبینم چی دارم میگن. همین یه نمونه خدمتتون بگم. ببینید سفر آقای بایدن، پرزیدنت بایدن به عربستان، در دو روز گذشته رسانه های ایران ستیز تو شبکه ها میگن بله آقای بایدن برای یه سفر خیلی مهم عازم خاورمیانه میشه و ایران را تهدید کرده که باید برگرده به برجام فلان و اینا. و همه اینها استناد میکنن به چی؟ به مقاله‌ای که آقای بایدن دیروز یک شنبه در روزنامه واشنگتن پست نوشته. من این مقاله دوستان خندم میگیره، این مقاله جلوی من الان. آقای بایدن در مقاله که به قلم خودش نوشته شده یک شنبه 10 جولای 2022 چاپ شده در واشنگتن پست دیروز. نمیدونم که دوست بسیار خوب ما علیرضا سلیمانی در مسافرتن یا نه، یعنی 2-3-4 هفته ازش خبر ندارم، مطمئنم چون تابستونه ممکنه برای بیزنسش یا مرخصی مرمبر. اگه وقت داشته باشه از آقای سلیمانی خواهش میکنم این مقاله رو برای شما ترجمه بکنه، ما بذاریم تو فیسبوک خودتون بخونید. عنوان این مقاله هست Why am I going to Saudi Arabia؟ چرا من دارم میرم عربستان سعودی؟ آقای بایدن می نویسه که در 18 ماه گذشته که ما ریاست جمهوری امریکا رو به دست گرفتیم، منطقه خاورمیانه نسبت به دوران قبل از من خیلی آرامتر و باثبات‌تره. میگه رئیس جمهور قبل از من یعنی ترامپ یک کارایی کرده بود که اینجا همه چی به هم ریخته بود. اون موقع سربازای ما مورد تهدید قرار میگرفت، در عراق به ما حمله میشد و رئیس جمهور قبلی ما یعنی ترامپ تنها کاری که میکرد تهدید میکرد و هر هفته هواپیمای B-52 جنگی از امریکا بلند میکرد میفرستاد تو خاورمیانه، یه دوری میزد دوباره برمیگشت. آیا این کمکی کرد؟ آقای بایدن می نویسه ابدا. میگه تازه حمله ها بیشتر شد. میگه از برجام اومد بیرون و خواست ایران را تحت فشار قرار بده، در صورتی که ما قرارداد برجام خوب 2015 را داشتیم، همه چی خوب پیشرفت میکرد. ایشون از برجام اومد بیرون تهدید کرد و جالبتر از همه اینها ایران هم شروع کرد به غنی‌سازی اورانیوم در سطح بالاتر. میگه دولت قبلی من یعنی ترامپ، این هم از مقاله آقای بایدن دارم به شما میگم، میگه به همین خاطر خواست که پرونده ایران رو به شورای امنیت ببره و در اونجا امریکا خودش رو تنها دید، آیسولیت شد، کاری نتونست بکنه. همه تو این مقاله هستا. شما رسانه های ایران ستیز رو یک دونه از این رو به شما میگه ابداً. میگه من دلیل این که میرم این منطقه خلیج فارس، چون این منطقه، آقای بایدن در این مقاله میگه، چون شاهراه آبی و شاهراه انرژی جهانه و دیداری خواهم داشت با رهبران عربستان سعودی، ولی از پرنسپل خودمون برای آزادی حقوق بشر هیچ وقت پایین نمیام. در این زمان آقای بایدن در همین مقاله می نویسه که من پیشنهاد کردم که هر چه زودتر جنگ یمن به پایان برسه و به همین خاطر از اون موقع تا حال آتش بست تا الان. نگاه کنید دوستو، این داره میگه پیشرفت‌هایی که در دوران آقای بایدن شده، چون آقای بایدن
با یه دیدگاه مسالمت‌آمیز در چهارچوب مذاکره داره این برنامه ها رو ادامه میده و میگه تا الان هم موفق شدیم. ما میگه من زمانی دارم به خاورمیانه میرم که دیگه سربازای ما در حال جنگ نیستن. نه آقای بایدن تا هم مقاله داره میگه و توضیح میده، چون میگه بعضی از دست من ناراحتن که چرا میرم عربستان سعودی، چون به هر حال ولیعهد عربستان سعودی رسما از طرف آقای بایدن در گذشته به عنوان قاتل آقای قاشقچی معرفی شده. یعنی خود دستگاه های اطلاعاتی امریکا و CIA اینو رسما اعلام کرده، پروندهش موجوده. حالا همین الان هم اتفاقا توی خبری خوندم، این روزنامه دیلی میل انگلیس نوشته، میگه با اومدن آقای بایدن هنوز نرسیده، یکی از مخالفین عربستان سعودی در لبنان ترور شد. در حالی که در همین مقاله آقای الصبری که یکی از مدیران ارشد دستگاه اطلاعاتی عربستان بود در گذشته که در تورنتوی کانادا زندگی میکنه، و ایشون نوشته بود که این محمد ابن سلمان یک آدم بیمار روانی جانی است، چرا آقای بایدن میره به دیدن ایشون؟ این هم در دیلی میله. خب شما اگر تونستی یه دونه از این اطلاعاتی که من الان هم مستند ها دوستان برین دیلی میل امروز رو بخونید، دوشنبه 11 جولای 2022 همین بخونید، روزنامه واشنگتن پست هم که دیگه معرف حضورتون هست مال یک شنبه 10 جولای 2022، همه اینا توی مقاله بریم بخونید دیگه، ببینید چیزایی که آقای بایدن گفته در این مقاله، اینو مقایسه کنین با این رسانه‌های ایران سیتیز که می آقای بایدن داره ایران تهدید میکنه. من در مقالهش تهدید ندیدم، ایشون تازه میگه که ایران در زمان ترامپ امریکا آیسولیت شد در شورای امنیت، برای اینکه از اون دیل خوب برجام اومد بیرون که فوق العاده ضرر زیادی به امریکا زد و امریکا آیسولیت شد. میگه حالا من تونستم همپیمانای خودمون رو دور هم جمع کنم و همه الان از ایران انتقاد میکنن که چرا نمیای برای مذاکره، در حالی که ایران همین هفته پیش رفت برای مذاکره. من بارها گفتم یکی از ویژگی هایی که الان در دولت آقای رئیسی هستش و اینو مطمئنم ادامه خواهند داد که ایران هرگز از مذاکره نمیترسه و از روی ترس هم با کسی مذاکره نمیکنه، خواسته هاش هم گفته. یه چیز خیلی جالب، حالا خدمتون یه چیز دیگه بگم در همین رابطه، اسرائیلی ها برداشتن اومدن آقای بایدن را یه چیزی مهمی دارن می نویسن، چون در مقاله آقای بایدن هم نوشته بود که ما با فلسطینی ها مشغول صحبتیم، در جنگ غزه سعی کردیم جنگ رو 11 روزه تمومش کنیم، ما تونستیم 500 میلیون دلار برای فلسطینی ها بودجه تصویب کنیم، کمک کنیم، و در این زمان نوشته که برای اولین بار بیش از 4 میلیارد دلار هم برای اسرائیل تصویب کردیم بدیم. این هم آقای بایدن میگه، یعنی اونایی که میخوان از آقای بایدن ایراد بگیرن میگه من قبل از اینکه برم این کارا رو هم کردم، طرفدارای اسرائیل دیگه. به هر حال آقای بایدن در این سفر ویژگی های سفرش چی باشه خوبه، میگه ایشون در هتل کینگ دیوید اقامت خواهند داشت. کینگ دیوید یکی از هتل های بسیار قدیمی و زیبای اسرائیله، در همین هتل هستش که 600 نفر از سیکرت سرویس همراه با گروه های امنیتی اسرائیل از این هتل و جان آقای بایدن محافظت خواهند کرد. جالبه که در همین هتل آقای بایدن نه تنها اتاق ویژه‌ای خواهد داشت که با شیشه های ضد گلوله همراهه، بلکه آقای بایدن حتی آسانسور خصوصی خواهد داشت که از اتاقش بره بالا پایین. جالبتر از همه اینا میگه که در این هتل آقای بایدن
آب پرتقال طبیعی خواهد خورد. یعنی از همونجا پرتقال میارن آبشو میگیرن به آقای بایدن. خیلی مقاله های زیادی در این مورد، اون اسرائیلی دارن اینو مانور میدن که در این هتل چندین رئیس جمهور امریکا در گذشته بوده فلان، که قدمت تاریخیش فلانش و حتی قیمتش. میگه هر شبی که آقای بایدن اونجا میخواه بکنم یه شب بیشتر نخواهد، حالا ممکنه دو شب بکنم یه شبه. میگه 5700 دلار فقط پول اتاقش. میگه که اینو مالیات دهنده های امریکا و بخشش هم اسرائیل، البته اسرائیل در کار نیست چون مالیات دهنده های امریکا پول اسرائیل هم میفرستن دیگه، به هر حال مالیات دهنده های امریکا دارن میدن. خب دوستان شما نگاه کن، صحبت هایی که من الان کردم نه خودم ساختم نه، همه اینا مستنده. شما برید به این رسانه های ایران سیتیز، از من و تو گرفته ساد اینترنشنال و فلان، برید حتی بی بی سی، صدای امریکا، همه اینها داره میگن آقای بایدن میاد و دولت ایران رو تهدید کرده. اینه کجا نمیشته من نمیدونم، اگه شما برید مقاله رو بخونید شاید من سوادم کمتره، ولی باور نمیکنم که ایرانی هایی که در ایران هستن، چون تمام شبکه های اینجا شما هر کانالی نگاه بکنید در دسترس این هست، چون ماهواره هست دیگه، مال ما رو باید برید سرچ کنید پیدا کنید ببینید که واقعیت ها چیه، ولی کانالی اینها با فشار دادن یه دکمه برنامه های اینو پخش میشه، ولی ما را شما باید سرچ کنید، فیلتر شکن داشته باشید، یوتیوب دسترسی داشته باشید، بعد ببینید که واقعیت ها چیه. مگه چند نفر از ایرانی ها میتونن این کارو بکنن و چند نفر علاقه دارن؟ خب دوستان حیاتم باشه، در یکی دو روز پیش اتفاقی در کانادا افتاده که تمام سرویس اینترنت کانادا قطع شده بود، هیچ کاری نمیتونست بکنه. میبینی که در کانادا دو کمپانی هست که سرویس اینترنت میده، یعنی موناپولی دست اینا، یکی راجر کمیونیکیشنه، یکی هم بیل کانادا. دوستایی که تو کانادا هستن میدونن. آقا از وقتی این اتفاق افتاد که دیگه مردم هیچ کاری نمیتونستن بکنن، اگه این در ایران اتفاق میافتاد وای دیگه، صبح تا شب این رسانه های ایران ستیز انقدر اینو علم میکردن انگار که مثلا دست یه نفر آدم بوده دکمه رو زده. یکی از ایران دوستان خوب عزیز ما اردلان از تورنتو کانادا برام یه کلیپی فرستاده که خودشم طفلک گرفتار این خرابی اینترنت. حالا ببینید اردلان چی میگه دیگه، این تو کانادا زندگی میکنه دیگه. سلام خدمت آقای مرتضوی، میخواستم یه ویدیوی کوچولو براتون بفرستم. اینجا درایو تست سنتر تورنتوه، شرکت راجرز امروز مثل اینکه هک شده، یعنی اینکه سیستماشون کار نمیکنه. کل سیستم های اینترنتی اداری بانکی کانادا الان داون هستش، کار نمیکنه. به مردم گفتن بشینن روی زمین. پشت من هم یه سفر طولانیه، نمیتونم دوربینه بچرخونم. فعلا همگی نشستیم رو زمین، از ساعت 8 صبح اومدیم و الان تقریبا ساعت 10:30 صبح همینجور نشستیم بیرون. داخل هم برق قطع شده، هم برقا قطع شده هم اینترنت قطع شده. داشتم فکر میکردم که مدیاهای ایرانی چجوری میخواستن این صحنه رو نشون بدن توی من و تو ایران اینترنشنال اگه همچین اتفاقی توی تهران میفته. ممنونم ازت. بله دوستان، معاون شرکت راجر کمیونیکیشن هم توییت زده بود که آقا من نمیدونم کی درست میشه، ممکنه یه روز دو روز تا یه هفته هم طول بکشه. خب اگر در ایران هم چه اتفاقی میافتاد ببین چه فاجعه‌ای به وجود میومد. این رسانه‌های ایران ستیز میدونید که دست به چه کارهایی میزدن. آیا در مورد کانادا چیزی به شما گفتن؟ نه دیگه، این دوستمون اونجا داره زندگی میکنه، همه چی هم براتون نشون داد دیگه، سندی بزرگتر از این من نمیگم. این کار چیزه، ممکن در خیلی کشورها اتفاق بیفته، در ایران هم اتفاق بیفته. ما به همین شکل میگویم یا هک شده یا خراب شده یا هرچی، اتفاق میفته دیگه. ولی ما به گونه دیگه‌ای به این مسائل در ایران نگاه میکنیم. وای حتما این کارو کرده، وای اینم اون کارو کرده.
نمیدونم این دولت چقدر بیکفایته، اینم پدر فلانی بسوزه، نمیدونم خونه فلانی خراب بشه. ولی نه، کانادایی ها اونجا بدبخت ها صف هم کشیدن، علاف هم شدن، مسئله نبود، خراب. و اما یه چیز دیگه دوستان خدمتتون بگم، این جریان روسری زنا رو خیلی دارن علم میکنن، اصلا گزارش ها هر 5 دقیقه یه بار هم پخش میشه. اینجا تو خیابون خیلی از زنا رد میشن تو خیابون، اینا روسری هم ندارن، کسی نیست که به اینا بگه چرا روسری سرت نیست. تو پارک ها ماشالله بیرون روسری هم دارن ورزش میکنن، میدونن کسی نیست. چرا؟ به خاطر اینکه اونها هیچ اجندا ندارن. یعنی چی؟ برنامه ندارن، یارو زندگیش داره انجام میده، هیچ کم اهمیت نمیده. ولی اگر یه دی بخوام بریزن تو خیابون شعار بدن، 100% جلو اینا رو میگیرن، چون قانونه. همین الان که در امریکا اتفاق افتاده، ایالات متحده امریکا، دیوان عالی کشور اومد 2-3 هفته پیش، یعنی 2 هفته پیش، گفتش که آقا سخت جنین در سراسر امریکا نمیتونه به طور یونیفرم قانونی باشه. اونو برداشت، گفت هر کی میخواد به بارداری خودش خاتمه بده باید ایالت به ایالت تصمیم بگیرن، در سراسر امریکا یه قانون یونیفرم نمیتونه باشه. از اون موقع تا حالا زنا این همه تظاهرات فلان ابدن، تازه 3-4 ایالت آخرش هم فکر کنم لوئیزیانا بود اومد قانونی تصویب کرد که هیچکی نمیتونه اونجا سخت انجام بده، حتی زنایی که حتی بهشون تجاوز شده، مگر اینکه در شرایطی باشه پزشکی چیزی بنویسه که جانشون تو خطره. و از این حرفا حتی گفتن که هر پزشکی در مانگاهی همچین کاری بکنه اونا تحت پیکر قانونی هن. در امریکایی که این همه آزادی زنان و فلان، پس چرا سوپریم کور، دیوان عالی کشور، اومدی همچون تصمیمی رو اعلام کرد؟ آیا شما دیدید تو شبکه های ایران ستیز راجبش صحبت بکنن؟ ابدا. ما فقط روسری رو میخواییم علم کنیم، چون روسری خیلی مهمتر از سخت جنینی که 50 سال این قانون در امریکا بود. 50 سال این قانون در امریکا بود دوستا، یک شبه با یه دستور از بین رفت، نه رئیس جمهور میتونه کاری بکنه نه هیچ کسی. حالا دست ایالت ها رو هم حسابی آزاد گذاشت که اونها بیان قانون رو تصویب بکنن که آیا میتونن در اون ایالت. در ایالت ما خوشبختانه برای اونایی که زنایی که به هر حال مشکل اینجوری داشته بیان، باید بیان ماساچوست، چون ایالت لیبرال دموکراته هنوز سخت جنین برای زن آزاده، و بعضی ایالت های دیگه هم همینطور. یعنی منظور من این که وقت قانون همینه که هست، شما باید برید قانون رو عوض کنین که بشه رسمی. سوپریم کورت مثل همینه، گفتش که باید قانون ایالت به ایالت باشه. اینی که الان مثلا در فاکس، تلویزیون فاکس راجع به این صحبت میکنم، میگن این کار خوبیه، مرتب حتی تاکر کالسن حتی از او به عنوان نامزد آینده ریاست جمهوری هم ازش نام میبرن. تاکر کالسن میگه که از کی تا حال ما باید اجازه خودمون رو بدیم دست زنا؟ گفت اینو لیبرال ها دارن به شما تحمیل میکنن. گفت این لیبرال ها میخوان که هم گی ها را، لزبیان ها را، دیگر باش ها را، همه اینا را بذارن تو اولویت زندگی ما. میگه این نه فرهنگ ماست نه رسم ما، بنابراین این باید عوض بشه. تاکر کالسن مرتب داره صحبت میکنه و مورد انتقاد خیلی هم قرار گرفته، ولی تاکر کالسن همچنان بالاترین تماشاگر رو در امریکا داره. اگه منو قبول ندارید برید با نیلسن کمیونیکیشن و آربیترون چک کنید، این دوتا نهاد مهمه که سنجش انجام میده از نظر بیننده ها و آگهی های هم در این شبکه ها از طریق همون رسانه ها. یعنی اونا باید ببینن که چقدر هر برنامه بیننده داره. یعنی منظورم اینه که این داره اتفاق میفته، ولی این رسانه های ایران ستیز راجع به این اصلا به شما نمیگن، برای شما باید بگن که شما بدبختید، هیچی ندارید، ایران در بدترین. بله، یکی از چیزهایی که من با اینا
مشکلی ندارم، اینجا خیلی چیزا گرونه، گرونی بیداد میکنه. اگر دولت آقای رئیسی جلوی گرانی را نتونه بگیره، ما مشکل خواهیم داشت. برای اینکه من بارها گفتم دولت باید خودش مواد غذایی اولیه را بگیره، خودش توزیع کنه و قیمت رو بیاره پایین. اگر این کار رو نکنه، به هیچ وجه این تبلیغات تمام نمیشه. و این تبلیغات هم نیست، یه واقعیته. اینجا جنسا گرونه، برای خیلی غیر ممکنه خریدش، به خاطر اینکه درآمدشون با قیمت‌ها نمیخونه. این مشکل ما هستش و امیدوارم که دولت آقای رئیسی هر چه زودتر یه کاری بکنه. اما دوستان، یه چیز خیلی جالب در پارک‌های تهران، البته همه جای ایران همینطوره، ولی خب ما تو تهران هستیم فعلا با اجازه. آقا پارک‌ها، این خواننده‌ها اینا میان برنامه‌های آنچنانی مفت و مجانی برای مردم میذارن. حالا مردم اگه دوست داشتن یه دونیشن، یه پولی چیزی به اینا میدن. بد نیست که شما اومدین از این پارک‌ها دیدن کنید. یکی از این پارک‌ها ببینید چی ساز و آوازی راه انداخته. Thank you.
خب دوستان، امیدوارم که خوشتون اومده باشه. به هر حال اومدید ایران، پارک رو حتما سر بزنید، خودتون واقعا سورپرایز میشید. اما دوستان، میدونید که ما برنامه زنده نداریم فعلا تا اینترنتمون درست بشه، قوی بشه، فلان. شاید بتونیم انشالله برنامه زنده هم بزنیم، ولی شما اگر مطلبی چیزی دارین و میخواین که با هموطنان خودتون در سراسر دنیا به اشتراک بذارید، یه فایل صوتی درست کنید بفرستید، من پخش کنم اینجا. از هر جای دنیا که هستید مطلبی دارید در ارتباط با مسائلی که ما گفتیم، مسائلی که خودتون دنبال کردید در ارتباط با این رسانه‌های ایران ستیز، همه اینا، اگر صحبتی دارید، حرفی دارید برای گفتن، حتما فایل صوتی بفرستید، با کمال میل من پخش کنم. بعضی موقع دوستان میگن چرا برنامه‌تون اینقدر کوتاهه؟ تو امریکایی که بودیم برنامه ما طولانی بود، چون مثلا نیم ساعت اول من صحبت میکردم، بعد دوستان میمدن رو خط، برنامه زنده بود، صدا اینا هم پخش میشد. چون ما از طریق فیلتر شکن باید ارتباط پیدا بکنیم با یوتیوب، فیلتر شکن خودش هم میدونی یه مقدار قدرت اینترنت میاره پایین. اینه که در حال حاضر فعلا اینو داریم و به همین خاطر دوستایی که علاقه دارن صداشون پخش بشه، گفتارشون، فایل صوتی برام بفرستید، من با کمال میل پخش بکنم. برای سپاسگزارم از توجهتون به این برنامه. وقت منم تمام شد و من ممنونم از وقت شما. تا برنامه بعد همه شما را به خدای بزرگ می سپارم. خدایا نگهدار شما باد.